برگردیم به گفتگومون با خانم دولت نوروزی. خانم دولت، شاهد حمایت‌های گسترده‌ای در سطح، همونطور که شما اشاره کردین، وزرای اروپایی، نمایندگان پارلمان اروپا، قبل از صدور حکم بودیم که تأکید می‌کردند بر این محکومیت و اینکه دادگاه رأی مناسب این پرونده رو صادر بکنه. این حمایت ها به نظر شما چه تأثیری داشت در این پرونده؟ باید بگم که تأثیر فعالیت ها و حمایت های سیاسی بسیاری از پارلمانترها از احزاب مختلف، شخصیت های برجسته، وزرای ارشد و سابق در کشورهای مختلف اروپایی تأثیرات بسیار زیادی داشت که در حقیقت به کمک اعضا و نمایندگان مقاومت ایران در عرصه های مختلف میتونست موانع رو کنار بزنه تا در حقیقت در اثر سیاست غلط مماشات این واقعیت تحت شعاع قرار نگیره و جامعه بین المللی و بسیاری از مقامات مختلف مجبور باشن که بر این اسناد و شواهد در حقیقت اونها رو مورد بررسی قرار بدن و در رویکردهاشون و روابطشون نسبت به رژیم ضد بشری آخوندی قطعاً که تأثیرات به سزای خودش رو به نظر من داشت. اگر اجازه بدید من به بخشی از دستاوردهایی که در اثر این مجموعه فعالیت‌ها بود اشاره کوتاهی کنم. خب انبوهی مناظره‌های پارلمانی، دیبیت‌ها، بدون اغراق شاید بیش از 100 سوال پارلمانی در پارلمان‌های کشورهای مختلف، چه به صورت شفاهی و یا مکتوب از طرف پارلمانترهای مختلف خطاب به وزرای دولت ارائه می‌شد. خب ما دیدیم که یکی از این دستاوردها بعد از اینکه این مزدوران دستگیر شده بودند در همون در حقیقت 30 ژوئن 2018، مجموعه این فعالیت‌ها راه برد به اینکه در همون در حقیقت اکتبر 2018 بود، در 1 اکتبر که به هر حال دادگاه آلمان علارغم همه فشارهای رژیم و به خصوص سفیر و سفارت رژیم در آلمان برای اینکه این بریدمو این به اصطلاح دیپلمات تروریست رو بتونن در اثر زد و بند استرداد بشه به ایران، از این در حقیقت کاملا علیه این اقدام عمل کردند و برعکس با شواهد خیلی روشن این مزدور رو مسترد کردند به دستگاه قضایی بلژیک و ما دیدیم متعاقب اون در حقیقت فکر میکنم 2 اکتبر 2018 بود که دولت فرانسه اون موقع اسدالله اسدی دیپلمات تروریست رژیم و همچنین هاشمی مقدم و بخش اداره امنیت داخلی وزارت اطلاعات رژیم رو در لیست تروریستی گذاشت، منابع مالی اونها رو مسدود کرد و اونها رو به اصطلاح به عنوان همین عناصر نامطلوب و تروریست در لیست های سیاه گذاشت. متعاقب اون بود که ما دیدیم در 8 ژانویه 2019 اتحادیه اروپا این اقدام مشابه رو انجام داد، یعنی در اجلاسی که کلی وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل گرد هم آمده بودند به دنبال چنین اقدامی که دولت فرانسه انجام داده بود مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اون موقع من یادمه که اقدامات و فعالیت‌های تروریستی رژیم در کشورهای دیگه از جمله هلند، دانمارک، سوئد در اونجاها هم مطرح بود و در نتیجه در بخشی از این کشورها از جمله از دولت خود انگلستان، دانمارک و هلند و اتحادیه اروپا اسدالله اسدی، هاشمی مقدم و بخش امنیت وزارت اطلاعات رژیم که به اون میگفتن به اصطلاح قسمت 312 که به اصطلاح مشخصا پشتیبانی ها و هماهنگی ها و طراحی های جزئیات اجرایی کردن این عملیات تروریستی رو پیش می برد در لیست تروریستی و در لیست های سیاه گذاشتن و تحریم های متعددی رو علیه اونها اعمال کردن و همه منابع مالی اونها رو مسدود کردن. خب به دنبال اون ما شاهد اقدامات و فعالیت‌های بسیار بیشتری بودیم، چه از طرف خود هواداران و حامیان مقاومت در آمریکا، در اروپا
و همچنین اعضای این مقاومت و هم و همطور که شما اشاره کردید بسیاری از پارلمانترها و کمیته های پارلمانی حامی ایران آزاد و ایران دموکراتیک بیانیه های بسیار متعددی رو اسپانسر کردند، حمایت کردند و ابتکار عمل اونها منجر به این شد که در ابعاد گسترده این حمایت ها به شکل فراحزبی در میان همه گروه های سیاسی مختلف در پارلمان های متعدد کشورهای اروپایی مطرح بشه. ما مواجه بودیم با حمایت 221 نماینده کنگره آمریکا در بر روی قطعنامه 374 که به نظر من حائز اهمیت بسیار زیادی بود. در این قطعنامه قویاً تروریسم حکومتی رژیم آخوندی را محکوم کرده بود و به طور مشخص عملیات تروریستی شکست خورده این دیپلمات تروریست رژیم یعنی اسدالله اسدی و همدستانش از نعامی و سعدونی تا فراهانی و همه اینها رو قویاً محکوم کرده بود و خواهان این شده بود که دولت آمریکا در مناسبات و روابط سیاسی خودش باید در نظر بگیره که بسیاری از مراکز و حتی سفارت‌های رژیم آخوندی رو که چنین عملیات‌های تروریستی و کشنده‌ای رو طراحی می‌کنن باید بسته بشن و عوامل و در حقیقت کسانی رو که در این دست دارن در مقابل عدالت و محاکم حقوقی قرار بگیرن. به دنبال اون من به یاد دارم در خود اروپا بیانیه‌های متعددی داشتیم، از جمله بیانیه‌ای بود که در 3 دسامبر در روز اجلاس روز فکر می‌کنم دومین جلسه این دادگاه بود سال گذشته، بیش از نزدیک به 250 نماینده پارلمان از 20 کشور مختلف اروپایی مورد حمایت قرار دادند. کمیته‌های بین‌المللی پارلمانترها برای یک ایران دموکراتیک و کمیته‌های پارلمانترها برای یک ایران آزاد در کشورهای مختلف اروپایی این بیانیه رو حمایت کرده بودند و خواهان مشخصاً محکومیت ماکسیموم محکومیت برای این دیپلمات تروریست رژیم، بررسی بستن مراکز در حقیقت جاسوسی و مراکز عملیاتی و پشتیبانی های مختلف برای طرح‌های عملیاتی و تروریستی رژیم و نقض قوانین مختلف، از جمله یکی از اونها همین به اصطلاح به استخدام در آوردن ماموران برای وزارت اطلاعات رژیم در کشورهای مختلف اروپایی بود و خواهان این بودند که این مراکز بسته بشه و این مزدوران از تابعیتشون لغو بشه و یا استاتوی پناهندگی اونها در کشورهای مختلف لغو بشه و اینها باید اخراج بشن از خاک کشورهای اروپایی، چرا که به طور واقعی به دروغ خودشون رو به عنوان مخالفان سیاسی این رژیم جا میزنن و معرفی میکنن، اما در واقعیت هم اینه که برای وزارت بدنام اطلاعات رژیم آخوندی جمع‌آوری اطلاعات تا زمینه سازی برای عملیات های تروریستی میکنن. همچنین مواجه بودیم با حمایت 124 تن از شخصیت های برجسته پارلمانترها و وزرای سابق در 15 کشور عربی که طی بیانیه بسیار قوی همین خواسته ها رو برش انگشت گذاشتن و به ویژه به نقش مخرب و صدور گسترده تروریسم رژیم و جنگ افروزیش در کشورهای منطقه هم اشاره کردن. و بعد هم مواجه بودیم با حمایت 40 تن از اعضای ارشد و پارلمانترهای کشورهای مختلف اروپا در مجمع پارلمانی شورای اروپا که حتما به یاد دارید همین اخیراً سیمای آزادی بخش‌های از اون رو به اطلاع هم‌میهنان و هموطنان ما در همه جای چه در داخل کشور و چه در سراسر جهان به اطلاع اونها رسوند که بیانیه بسیار قوی بود که فراخوان می‌داد به اتحادیه اروپا و به طور مشخص به آقای شارل میشل که در حقیقت از طرف شورای اتحادیه اروپا تصمیمات قاطع و سیاست قاطعی رو در قبال این رژیم اتخاذ کنه و علاوه بر این که این شبکه تروریستی رو در مقابل عدالت و محاکمه این دادگاه قرار بدن و علاوه بر اون در حقیقت این تروریسم دولتی رژیم آخوندی یعنی تمامیت
نظامش به طور مشخص از جواد ظریف وزیر خارجه رژیم، محمود علوی وزارت اطلاعات رژیم، تا خود روحانی که به عنوان رئیس شورای عالی امنیت رژیم آخوندی اصلا سالها بود که چنین طرح چنین عملیات تروریستی رو تدارک می دیدن و برای اون برنامه ریزی کرده بودن و بعد هم که در نهایت مورد تایید خود ولی سفیه رژیم آخوندی یعنی خامنه ای قرار گرفته بود و در حقیقت تمامی عاملان و آمران چنین جنایت بزرگی و عملیات های تروریستی باید در مقابل عدالت قرار بگیرند و اونها در این بیانیه ها به همه اینها اشاره کرده بودند. بنابراین من فکر می کنم که نفس خود این حکم و اینکه در این جزئیات این اسناد و شواهد علنی شد و ارائه شد و خوشبختانه به دلایل هر گونه ملاحظات از بابت روابط سیاسی و یا سیاست غلطی که اتحادیه اروپا تا کنون به دلیل مماشات با آخوندها در پیش گرفته بود، این شواهد و اسناد تحت شعاع قرار نگرفت و در انظار عمومی و در طول پروسه دادگاه افشا شد. به خصوص اگر فکر کنم بیاد داشته باشید این دفترچه سبزی که دستگاه امنیت آلمان از ماشین این دیپلمات تروریست کشف کرده بود و به دست آورده بود و بسیاری اسناد دیگه که علاوه بر ماشینش از خونش به دست اومده بود، شاید بشه گفت که بیش از یا نزدیک به 200 الی 300 سند و مدرک و شواهدی بود که به دست در حقیقت ماموران و سیستم های امنیتی و پلیس آلمان، فرانسه و بلژیک به دست اومده بود. و خب در بررسی همه اینها نهایتاً چنین حکمی که بسیار قوی بود علیه این مزدوران و تروریست ها صادر شد که به نظر من در طول تاریخ تا جایی که به رژیم ضد بشری آخوندی برمیگرده بی سابقه بوده. بله، شما در فرصت کوتاهی فهرست بالا بلندی از فعالیت های مقاومت ایران رو که فقط 100 نمونش سوالات پارلمانی در کشورهای مختلف از وزرای مختلف دولت ها بوده در این رابطه مطرح کردید که باید فعالیت بسیار گسترده ای باشه در سطح کشورهای اروپایی برای چنین کاری و تلاش گسترده مقاومت ایران و فعالین مقاومت اشرف نشان ها رو نشون میده. خانم دولت نوروزی که باید روش حتما یه موقعی صحبت کرد، ولی با توجه به اینکه وقت ما به پایان رسیده اجازه بدین سوال آخر از شما مطرح کنم. گام بعدی مقاومت چه خواهد بود در راستای اون آرمان بزرگ آزادی مردم ایران، با توجه به اینکه آنچه که مقاومت میگفت بعد از سالها به اثبات رسیده و همه بهش اعتراف کردن؟ بله، باید بگم که این پیروزی یک پیروزی بسیار عظیمه. همونطور که شما و همه ما شاهد موضع‌گیری و سخنرانی رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی بودیم، این پدیده و این واقعیت امریه که هیچ کسی نمیتونه برش چشم بپوشه و یا بیتفاوت باشه و یا بخواد به همون روال سابق و ارتباطات و مناسبات سابق با رژیم ضد بشری آخوندی ادامه بده. در حقیقت این همون جاییه که همونطور که الانم در سال قبلی بهش اشاره کردم، کمیسر سخنگوی کمیسر اتحادیه اروپا به روشنی میگه که از این پروسه قضایی استقبال میکنیم و داریم این حکم رو در رایزنی هایی که با کشورهای مختلف اروپایی داریم مورد بررسی قرار میدیم و بدون شک این راه خواهد برد به اتخاذ تصمیمات بسیار جدی از طرف کشورهای مختلف اروپایی و ایزن اتحادیه اروپا. تا جایی که به مقاومت ایران برمیگرده و به حامیان و هواداران این مقاومت و بعد از چنین دستاورد بزرگی، باید بگم که یکی از مهمترین اقدامات و فعالیت‌های ما در عرصه سیاسی و بین‌المللی این خواهد بود که به دنبال این حکم اقدامات عملی و فوری از طرف کشورهای اروپایی نسبت به این رژیم اعمال بشه. همونطور که خانم مریم رجوی در پیام خودشون گفتن، این عملیات تروریستی یک کار خودسرانه
و یا فقط در کادر شخصی اسدالله اسدی و این شبکه تروریستی نبوده. ارتباطاتی که این مزدور در بیش از 11 کشور اروپایی که در این دفترچه سبز بیش از 289 نقطه رو ارتباطات مختلف برقرار کرده بوده، از سیستم در حقیقت عضوگیری برای وزارت اطلاعات تا ارسال پولهای ماهانه، حقوقهای ماهانه به این افراد یا این مراکز و نهادهایی که این مزدور به عنوان در حقیقت سر بخوام بگم به عنوان بالای سیستمی که هماهنگ کننده این شبکه های تروریستی رژیم در کشورهای اروپایی بوده، خب خیلی قابل توجهه و همه این اسناد و شواهد برای کشورهای اروپایی روشن شد. بسیاری از اونها در جزئیات در این حکم 76 صفحه‌ای اشاره شده و چنین سند ارزشمندی بالاترین سند در حقیقت حقانیت مواضع مقاومت ایرانی که سالهاست این رژیم رو به عنوان اصلی ترین حامی تروریسم بین المللی معرفی کرده، اعلام کرده و الان جامعه بین المللی به طور واقعی با نمونه ها و فاکت های مشخصش داره مواجه میشه و دیگه نمیتونه با یک کلیگویی یا محاکمه یا به اصطلاح محکوم کردن های شفاهی و یا در فقط لیست قرار دادن ها بسنده کنه و بعد اقدامات عملی بسیار جدیتری رو در پیش بگیره، از جمله اینکه سران این رژیم به طور مشخص وزیر خارجش جواد ظریف تا محمود علوی وزیر اطلاعات رژیم آخوندی، خود روحانی به عنوان هماهنگ کننده همه اینا و رئیس شورای عالی امنیتش و روحانی و خامنه‌ای باید در مقابل عدالت قرار بگیرن، باید پاسخگو باشن در مقابل چنین عملیات‌های گسترده تروریستی که اگر این عملیات‌ها به وقوع می‌پیوست قطعاً جان صدها و هزاران نفر رو می‌گرفت و یا زخمی می‌کرد در ابعاد گسترده. بنابراین علاوه بر اون ما خواهان این هستیم که مراکز جاسوسی این رژیم در همه جا بسته بشه، به خصوص محدودیت‌های بسیار زیادی بر روی سفارت‌هاش اعمال بشه. اینها همون جاهایی بوده که در حقیقت پشتیبانی‌های مالی، تسلیحاتی، امکاناتی، تجهیزات تا ارتباطات از هر نوعش برای این شبکه‌های تروریستی را تأمین می‌کرده. بنابراین اگر که اروپا به طور واقع بخواد علیه تروریسم رژیم و اشاعه اون که در حقیقت در پایه‌ای‌ترین مناسبات دموکراتیک کشورهای اروپایی رو مورد حک حرمت قرار داده بود، مورد تخت و تاز قرار داده بود و نقض کرده بود، بنابراین باید که قاطعیت نشون بده، باید که این مراکز رو قویاً ببنده و کسانی را که دستن در کار تمامی این کارهای غیرقانونی بودن، پولشویی بودن و به اصطلاح عضوگیری و جمع‌آوری اطلاعات تا مهیا کردن زمینه‌های عملیات‌های تروریستی باید مجازات بشن، در دادگاه‌های مختلف مورد محاکمه قرار بگیرن و یا مشخصاً استاتوی این مزدوران و جاسوسان در همه جا باید لغو بشه. اونها مطلقاً نه پناهنده‌های سیاسی هستند و نمیتونن تحت نام پناهنده‌های سیاسی بعداً امکانات شهروندی کشورهای اروپایی برخوردار بشن که بعد با اون امکانات بتونن زمینه‌های کارهای تروریستی رژیم رو در کشورهای مختلف اروپایی بیشتر مهیا کنن. بنابراین اینها خواسته‌ها و اقداماتی هست که قطعاً در دستور کار ما در کشورهای مختلف اروپایی قرار داره که به دنبال پیام رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی بتونیم این نبرد سیاسی و این کارزارهای گسترده سیاسی رو برای ضربات بسیار محکمتر علیه تمامیت رژیم آخوندی به پیش ببریم که قطعاً و یقیناً تأثیرات خودش رو بلافصل خودش رو بر روی قیام مردم ایران و بر روی فعالیت‌های کانون‌های شورشی در داخل ایران قطعاً که خواهد داشت و حتماً تمامیت مردم و مقاومت ایران رو یک گام کیفی به سرنگونی این رژیم و تعیین تکلیف اون نزدیکتر خواهد کرد. بسیار متشکرم از همراهیتون با ما و بینندگان سیمای آزادی در این برنامه. برای شما و همکارانتون که کارهای بسیار بزرگ و گسترده‌ای در پیش دارید آرزوی موفقیت میکنیم خانم نوروزی. خواهش میکنم، دعوت کردید. درود بر شما، بسیار خوشحال شدیم همراه شما بودیم. درود بر شما.
همیهنان عزیز به ادامه برنامه ویژه ما توجه فرمایید. بله، دیروز همزمان با جشن و شادی مجاهدین در اشرف سه، شاهد جشنهای متعدد در شهرهای مختلف کشورهای جهان بودیم که هموطنانمون با شادی و شور به پا کردند و این پیروزی بزرگ رو جشن گرفتن. پرچمها، فریادها و شادیها و چهرهای پیروزمند هموطنانمون همه از موفقیت بزرگ مقاومت و از شکست بزرگ رژیم آخوندی خبر میداد. از این صحنه ها از کشورهای مختلف تصاویر به دستمون رسیده که با هم میبینیم و در جشن و سرور و شادی هموطنانمون شریک میشیم. اسدالله اسدی رو به 20 سال حبس محکوم کرد و این در حکم دادگاه هم به اعلام کرد. با تکیه بر فداکاری شما همه آن زنجیرها را در هم شکست. عدالت بر مقاومت و خلق قهرمان ایران و کانونهای شورشی مبارک باد.
بینندگان گرامی، در بخش بعدی این برنامه میپردازیم به واکنش های رژیم در قبال این پیروزی بزرگ مردم ایران و ضربه سنگینی که در سطح جهانی به رژیم خورده و تروریسمش افشا شده و اون هم دیپلمات تروریستش محکوم شده در دادگاه آنتورپ بلژیک. در این قسمت علیرضا مدنچی با ما هست. خوش آمد میگم، تشکر میکنم وقتتون رو به ما دادین. خواهش میکنم. من باید تشکر کنم که چنین فرصتی و چنین افتخاری من دادید. قبل از شروع سوالاتتون اجازه بدید من این پیروزی بزرگ رو خدمت هموطنان عزیز، به خصوص خانواده های شهدای مقاومت تبریک عرض بکنم، همینطور خدمت اشرفی ها و اشرف نشان ها، و امیدوارم که نتایج این پیروزی رو به خصوص در پیروزی های بعدی مقاومت در صحنه بین المللی و همچنین داخلی ببینیم. بله، بسیار متشکرم. واکنش رژیم چی بوده تا کنون با توجه به اینکه به واقع ضربه سنگینی خورده، کلان ضربه‌ای بهش وارد شده، اون طرف هم مقاومت به این پیروزی رسیده، هر دوش عواملی هست که حتما رژیم در قبالش واکنش داره. با توجه به همین نکته که خودتون گفتین که ضربه سنگینی که خورده و پیروزی بزرگی که نصیب مقاومت شده، واکنش رژیم اساساً مات شدگی و بهت زدگی بوده تا الان، به غیر از یک موضع‌گیری رسمی از جانب سخنگوی وزارت خارجه دیگه ما شاهد هیچ موضع‌گیری دیگه نبودیم. و البته رسانه‌های رژیم، به خصوص رسانه‌ها، روزنامه‌ها که نبودن، تعطیل بودن، رسانه‌ها خیلی و سایت‌های رژیم وسیعاً مثلا این خبر رو منعکس کردن، اما فقط خبر رو منعکس کردن و موضع‌گیری وزیر سخنگوی وزارت خارجه رو، حرف دیگه نگفتن و منتشر نکردن. حرفای همین سخنگوی وزیر وزارت خارجه که فردی به نام خطیب زاده است، اینم حاکی از همین بهت زدگی و گیجی رژیم هست. از جمله گفته که ما این محکومیت رو به رسمیت نمیشناسیم و محکوم میکنیم، انگار که به رسمیت اگر نشناسن چه اتفاقی میفته. و بعد گفته که این ناشی از فضاسازی معاندانه مجاهدین در خاک اروپا بوده. اینم یک سوز و گداز از اینکه خب میدونن که اونجا که در واقع این حکم رو به این نتیجه رسوند، افشاگری های مقاومت، پیگیری های مجاهدین و مقاومت ایران و اشرف نشان ها بوده طی این دو سال و نیم، و رژیم هر بار هم که با یک چنین ضربه مواجه میشه، خب طبق معمول جیغ و دادش از مجاهدین به آسمون میره. همینطور اونجا گفته بود که چنین اقدامی غیر قابل قبول و غیر قابل توجیه هستش و این نقض فاحش حقوق دیپلمات ما بوده، حقوق دیپلماتیک بوده، و همینطور به شرایط غیر انسانی مدتی که همین دیپلمات تروریست رژیم اسدالله اسدی در بازداشت بوده اشاره میکنه و از این هم ابراز به اصطلاح سوز و گداز میکنه و میگه که بلژیک باید پاسخگوی این اعمالش باشه. خب نکاتی که در اینجا اومده همونطوری که گفتم ناشی از گیجی رژیم هست. ببینید، رژیمی از حقوق دیپلماتیک و نقض حقوق دیپلماتیک حرف میزنه که طی این 40 سالی که حاکم بوده به هیچ یک از قواعد و قوانین شناخته شده بین المللی پایبند نبوده و تمام اونها رو هر جا که تونسته نقض کرده، زیر پا گذاشته به وحشیانه ترین شکلی، و در این مورد کارنامه‌ای به مراتب سیاه‌تر از کارنامه هیتلر و آلمان هیتلری داره. مثلا آلمان هیتلری سفارتخونه‌ها و نمایندگی‌های کشورها رو حرمتشون رو نگه می‌داشت و اونها رو حمله نمی‌کرد، اما این رژیم شروع کارش اصلا با گروگانگیری بود، از گروگانگیری و تسخیر سفارت آمریکا تا تسخیر سفارت عربستان، آتش زدن کنسولگری عربستان در مشهد در دی ماه سال 94 و آتش زدن و به صورت تسخیر
سفارت انگلیس در سال در بهمن سال 90 سال 90 اگر که اشتباه نکنم. بله در آذر سال 90 ببخشید. خب البته دود همه این اقدامات هم در وهله اول به چشم مردم ایران رفته و میره، از سفارت آمریکا که بابتش میلیاردها دلار خسارت و غرامت از ایران و از جیب مردم ایران وصول شده تا حالا، و این پرونده همچنان بازه، تا همین آخری که عرض کردم سفارت انگلیس رو مورد حمله قرار داده بود، ناچار شدن که 27 میلیارد تومان غرامت بپردازند. خب یه همچین رژیمی که پایبند به هیچ یک از قواعد و قوانین بین المللی نیست و کسانی رو که والا این در سطح بین المللی، در سطح داخلی هم که خب همه میدونن که رژیم چه قدر برای حقوق بشر ارزش و احترام قائله، و در اینجا نوبت به خودش که میرسه دادش به هوا میره که حقوق بشر و حقوق دیپلمات ما در زندان رعایت نشد و اینها، در حالی که خب همه میدونن که از گل نازکتر به این دیپلمات تروریست گفته نشده. نکته جالب اینه که در این حرفهای سخنگو و در هیچ یک از موضع‌گیری های و واکنش های رژیم هیچ اشاره‌ای به ماهیت موضوع و اصل موضوع که بالاخره این بمب‌گذاری بوده یا نبوده و در این مورد هیچ چیزی ما نمی‌بینیم. آخه وضعیت جوریه که نمیتونن این رو انکار بکنن، اونقدر شواهد و اسناد و مدارک متقن و غیر قابل انکار وجود داره که جای دیگه برای انکار و تکذیب نمیمونه، حتی برای رژیمی که در انکار و تکذیب ید طولایی داره و همیشه شب رو روز و سیاه رو سفید جلوه میده. و راجع به این هیچ چی نیستش که بالاخره این بمبگذاری انجام شده یا نشده، کما اینکه در دادگاه هم وکلای این اسدالله اسدی وارد موضوع اصلا نشدن، تنها روی این تکیه میکردن که این دیپلمات، این فرد دیپلمات بوده و از مسئولیت دیپلماتیک برخورداره و نباید که محاکمه بشه، در حالی که مسئولیت دیپلماتیک همین فرد توسط دولت اتریش در همون ماهای اول یعنی در سال 97 لغو شد، به خاطر اینکه آنچنان مدارک غیر قابل انکاری وجود داشت و اینها رو به دولت اتریش هم ارائه کردن که دولت اتریش خودش این رو لغو کرد. وانگهی اصلا این جرم در خاک اتریش که مسئولیت به اونجا مربوط میشه و در اونجا اتفاق نیفتاده که این رو پلیس آلمان دستگیر کرده و بعد از اونجایی که به اصطلاح همدستانش در بلژیک بودن به بلژیک مسترد شده، اونجا هم محاکمه شده. این رو میخوام عرض بکنم که خب رژیم هیچ چاره‌ای به غیر از همین چیزی که تا الان ما شاهدش بودیم برای واکنش و برای بیان مواضع خودش نداشته و نمیتونست داشته باشه. البته من در یکی از سایت‌های رژیم به نام رویداد 24 هم دیدم به توییتی اشاره کرده بود از جانب ظریف که همون حرف بهمن 97 خودش رو در کنفرانس مونیخ تکرار کرده بود. اونجا هم اگه تو باشه گفته بود که مگر ما دیوانه هستیم که در همون روزی که رئیس جمهورمون در ویان میخواد حضور پیدا بکنه دست به چنین اقدامی بزنیم. اینجا هم ظریف گفته بود که چقدر تعجب برانگیز است که در همون روزی که وزیر رئیس جمهور ما در اتریش میخواست که سفرش به اتریش آغاز بشه این مسئله روشن شد، این مسئله رو شد. این هم پاید استدلال احمقانه گیره. البته تعجب نکرد که دیپلماتشون تو اتریش نبوده، رفته بوده برای کار بمبگذاری. بله و خب البته باید گفتش که رژیم دیوانه هست، اما در تمام این موارد برخلاف تمام به اصطلاح محاسبات عادی و معمول رفتارهاش این رو بیان میکنه. مثلا سفارت حمله به سفارت عربستان یا حمله به کنسولگری یا تسخیر سفارت انگلیس رو به چه چیزی دیگری غیر از دیوانگی میشه نسبت داد؟ اینا رو که دیگه ظریف نمیتونه رد بکنه. و اگر یادتون باشه در همون حمله که قبل از این دو تا حمله که عرض کردم به سفارت عربستان در تهران صورت گرفته بود، یکی از کارمندان و دیپلمات‌های عربستان رو از طبقه بالا از طبقه چهارم پرت کردن پایین و کشتند. در این حمله به کنسولگری عربستان در مشهد هم
یکی از دیپلمات‌های رژیم رو اینها گرفتند و بردن شکنجه دادند. و همین دیپلمات که همین چند ماه پیش یک مسابقه کرده بود با یکی از رسانه‌های عربی، اونجا به طور مشروع گفت که وقتی دستگیرش کردند از شکنجه و زدن و ضرب و شتم و اینا چه بر سرش آوردن و چند بار هم اعدام مصنوعی روش ایجاد اعمال کردن. این وقتی همچین رژیمی میاد صحبت از بسیار قوانین دیپلماتیک میکنه و نقض حقوق دیپلماتیک دیپلمات تروریستش و حقوق بشر و اینا از اینا حرف میزنه. این واکنش ها خودش نشوندنده اون ضربه کلانی هست که خورده. بله. عنوان دومی سال با توجه به اینکه وقت بسیار کمی داریم در حد یک دقیقه، چرا این دفعه نتونست رژیم جلوگیری کنه از این دادگاه؟ بله، خب ببینید رژیم اون چه که از دستش برمیمد انجام داد برای اینکه جلو این حکم رو بگیره و جلو این محکومیت رو بگیره. از به کار گرفتن لابیهاش با صرف پولهای کلان در کشورهای مختلف، از به خدمت گرفتن گران قیمتترین وکلای حقوقی و وکیل مدافعان در اتریش، در بلژیک، و همینطور از فشارهای سیاسی، اقتصادی، گروگانگیری، هرچی که از دستش برمیمد انجام داد. دست آخر هم، آخرین برگش هم این بود که اسدالله اسدی در مقابل قضایی بلژیک یک اطلاعیه تهدیدآمیز رو قرائت کرد به طور مکتوب، که معلوم بود که مال خودش نیست، از تهران براش ارسال شده و دیکته شده، و در اونجا صراحتاً قضایی بلژیک رو تهدید کرد که اگر که من محکوم بشم گروه‌های مسلحی هستن که اونها دست به اقدام می‌زنن و این بهاش برای شما سنگینه. یعنی ببین هر کاری که از دستش برمیاد کرد و هر رسوایی رو به جان خرید. ولی خب مدارکی به دست اومده بود و این دیپلماتش در حین ارتکاب جرم دستگیر شد، آنچنان بود که هیچ چاره‌ای به غیر از این حکمی که صادر کردن نبود. البته این حکم فی الواقع در قانون قوانین بین المللی هم یک استثناء محسوب میشه، به خاطر اینکه حتی فراتر از اون چیزی بود که دادستان درخواست کرده بود. دادستان برای متهمان دیگه 15 سال زندان درخواست کرده بود، در حالی که برای دو متهم دیگه اون رو به 17 سال و 18 سال ارتقا داد. و خب این خیلی نادره. بله. که یک حکمی حتی از آنچه که دادستان هم درخواست کرده فراتر بره. بله. دادگاه و قضات حکمی بالاتر به خاطر اینکه متهمین دادن. بله. و این خب البته افتخاری هست، همونطور که دیروز هم حامیان مقاومت در کنفرانس دیروز بیان می‌کردن، این افتخاری هست برای قضایی بلژیک که استقلال عمل خودش رو نشون داد. اما از این که بگذریم، خب رژیم فکر میکرد که اوضاع به همون منوال سابقه که جنایت بکنه، افرادی رو سر میز مذاکره بکشه، نمیدونم دست به ترور بزنه و بعد هم این عوامل ترور خودش رو فراری بده و اینا. این بار هم گویا همچون چیزی داشت، ولی خب فکر این رو نکرده بود که دیگه اون به قول معروف سبوی مماشات بشکست و آن پیمانه ریخت و اون دوره دیگه سر اومده و الان دوران حسابرسی فرا رسیده. بله، بسیار بسیار متشکرم. بله. از شما و وقتتون و همراه هستیم با برنامه، همراه با شما هم میهنان عزیز ادامه میدیم برنامه رو. همیهنان عزیز، به پایان برنامه ویژمون رسیدیم، اما اجازه بدین که با شعری که یکی از هموطنانمون برای ما فرستادن این برنامه رو به پایان برسونیم، با تشکر از هموطن عزیزمون که این طور گفتن: با شادترین چهره بخندید عزیزان، با گرمترین خنده چو خورشید بر سایه بتابید، با شادترین سینه به فریاد درآیید آواز کنان، رو به تمام وطن بسته به زنجیر بگویید، پیروزی من پشت همین رنج و تلاشی است که کردیم، پیروزی تان
پشت همان عزم قیامی است که کردید. بسیار متشکرم از تک تک هممیهنان عزیز و بینندگان گرامی سیمای آزادی که همراه ما بودند. با آرزوی پیروزی های بزرگتر و پیروزی نهایی مردم ایران برای آزادی، شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. کور توی حاله بی نور.